درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب شهرام سنجابی گرامی هستم و تاریخ آذربایجان با هم پی میگیریم. 15 قسمت هستش این هفته و ما در قسمت گذشته رسیدیم به نادرشاه و فتوحات نادر بود، به طور کلی نادرشاه بود در برنامه هفته گذشته، از هند تا آخرین کاری که کرد در توران یا ترکستان، اونجا چندین جنگ کرد و اون منطق رو برگردون به ایران و بعد دیگه ادامه برنامه رو حالا با هم پی میگیریم. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا بقیه داستان از زبان ایشون بشنویم. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان کانال بسیار ارزشمند شما. خوشحالم که باز در خدمت شما و دوستانتون هستم. ما هم خوشحالیم که شما هستیم. مرسی. تاریخ سرده می صحبت کنم. مرسی. خواهش میکنم. گوش میکنیم به صحبت شما. تمنا میکنم. ما تو برنامه پیشین اشاره کردم که در واقع نادر خیوه و بخارا رو در واقع فتح میکنه، به ایران اضافه میکنه. در واقع مرزهای ایران به نوعی در آسیای میانه برمیگرده به مرزهای دوران ساسانی. نادر بعد از اینکه برمیگرده تصمیم میگیره که به قفقاز و منطقه داغستان لشکرکشی کنه و در اونجا به نوعی انتقام برادرش رو که توسط لزگی ها کشته شده بود رو بگیره و همچنین جلو شورش های که حالا اونو گاه بیگاه راه مینداختن. خب شاید به نوعی میشه گفت یه تصمیم اشتباه بود، به خاطر اینکه خب الان شاهی که حالا به خودشان شاهنشاه مینامد، برای در واقع دفع یه شورشی در شمال قفقاز لازم نبود خودش هم حضور پیدا کنه و میتونست در واقع با یک نیروی با یک سرداری بفرسته و اون قاعده رو جمع کنه. ولی به هر روی خودش راهی میشه. حالا چون جالب نادرشاه در تمام جنگاش به نوعی حضور داره، مگر اینکه در واقع جنگ رو دو تا جنگ رو به صورت موازی مجبور انجام بده در دو منطقه مختلف و بیشتر یک سردار در واقع یک رزمنده هستش تا یه پادشاهی که بعد تخت مستقره. کلا بیشتر دوران پادشاهی نادرشاه بر جنگ بوده. شاید یکی از نقص‌های دوره پادشاهی نادرشاه نبود در واقع دستگاه دیوانی یا اداری قدرتمند و گسترده شده در سراسر کشور هستش. ما میدونیم یکی از ارکان یک حکومت رو نگه داره و بهش قدرت بده سیستم اداری گسترده و پویا و توانمند هستش. ما مثلا در دوره هخامنشی داریوش بزرگ رو داریم که این کار رو انجام داد، در دوره ساسانی در کاملترین حالتش رو خسرو پرویز انجام میده، در حتی خب رضا شاه بزرگ خب اولین کاری که میکنه بعد از ایجاد ارتش متمرکز میاد و شروع میکنه به یک دستگاه اداری گسترده شکل میده در حکومتش، دادگستری، وزارت فرهنگ، دانشگاه ها، سیستم بهداشت و درمانی که خب تا دوره پایان پهلوی خیلی پیشرفته و پیچیده هم میشه. حتی حالا بعد از اشاره کنم خود جمهوری اسلامی هم یک سیستم دیوانی و اداری بسیار گسترده و البته فاسد داره، فاسد و ناکارآمد داره و جالب اینجاست بدونیم که این فساد به نوعی باعث ماندگاری خود سیستم هم شده، به خاطر اینکه کسانی که حالا در این سیستم دارن سیستم اداری این حکومت دارن کار میکنن تعدادشون الان رسیده به چیز حدود 3,600,000 نفر و از اونجایی که حالا نه همشون ولی قسمت بزرگی از این افرادی صحبت می ببینید اونهایی که در بخشای مدیریتی یا جای حساس مسئولیت دارن در واقع به نوعی در فساد اداری دست دارن و خودشون به نوعی خواستار ماندگاری سیستم هستن و حالا در نظر بگیم این افراد با خانواده هاشون و فامیلشون، حالا حداقل خواهر برادر، چه تعداد رو شکل میدن، کسی که از لحاظ ایدئولوژیک با حکومت هیچ تناسبی هم که نداشته باشن ولی به خاطر منافع مالیشون خواستار ماندگاری این سیستم هستن. برگردیم به نادر. به نادر که گفتم در واقع سیستمش یک مشکلی که داره نبوده همین دستگاه دیوانی گسترده است
و حالا از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه در لشکر، در لشکرکشی خودش شرکت میکنه و برای رفتن به داغستان از خراسان میره به مازندران و در مازندران ترور میشه. حالا درباره ترورش دو تا روایت هست. روایتی هستش که تیری از تفنگ شلیک میشه و به شستش میخوره، و روایت دیگه است که تیر در واقع چیزی مانند از تیر کمان و به دستش میخوره. حالا که تو این روایت هستش که این تیر کمانی که تیری که از تیر چله کمان رها شده حاوی در واقع سمی بوده که از لحاظ روانی اختلالات زیادی رو برای نادر ایجاد کنه. بعد روی گفته میشه که جستجو میکنن در لشکر، ببینن که از لشکر کی کم شده، میبینن یک آدمی است به نام نیک قدم از روستاییان اطراف گرگان، و به اصطلاح میرن این آدم رو حالا پیدا میکنن و میگن که اون زمان خب مثل الان آگاهی که حالا نقاشی میکنن، کسانی که حالا نیک قدم رو از نزدیک میشناختن تصویرش رو شرح میدن و کسانی بودن تصویر رو میکشن و به مناطق مختلف میفرستن که همچین آدمی است به نام نیک قدم و اینو پیدا کنید. و میرم اینا میرم بعد تو همین روستا فرار کرده رفته به همون روستای خودش. دقیقا وقتی که نادرشاه داخل جنگل های مازندران میذش اتفاق میفته و میارنش، و این آدم ادعا میکنه که در واقع پسرت در واقع فرمان داده بود که من تو رو ترور کنم. پسرش منظورش رضا قلی میرزا است که گفتیم به خاطر کشتار خاندان صفوی زمانی که نادرشاه در هند بود نادرشاه بهش خشم گرفت و از ولایت عهدی برکنارش کرد. نادرشاه به حرکتش ادامه میده و به داغستان میره و دستور میده پسرش هم بیارن. پسرش خب بارها ابراز بیگناهی میکنه، سوگند میخوره، میگه من در این قضیه دست ندارم و غیر و زالک. حتی جای میشه گفتگو بین پدر و پسر خیلی تند میشه و حتی میگن که رضا قلی میرزا یه دست خنجر میکشه روی پدرش، و نادرشاه به اصطلاح کنترل دستش در میره و میگه که اینو همینجا چشماشو کور کنید. و کسانی که در مجلس حاضر بودن هیچ کسی اعتراض نمیکنه، هیچ کسی وساطت و پادرمیانی نمیکنه، همه سرشون میندازن پایین و سکوت میکنن و این جوان رو کور میکنن. بعدن نادرشاه به شدت پشیمان میشه از این قضیه و از لحاظ روانی و روحی به شدت به هم میریزه و حتی چند بار همون درباریانی که اونجا بودن به بهانه‌ای در واقع دستور مرگش رو صادر میکنه و قبل از کشتن بهشون میگه آره تو چرا مثلا من اون موقع داشتم پسرم رو داشتم کور میکردم، چرا واسطه نشدی؟ از ترس جونت بود؟ به خاطر چرا جل منو نگرفتی؟ خیلی جالبه که این گواهیش باعث میشه که به نوعی اطرافیان و درباریان این نوع رفتار ازش دل سرد بشن. خب توی داغستان که اونجا میره به دنبال در واقع لزگی ها و آوارها، اقوامی که در واقع توی منطقه قفقاز شمالی پراکنده بودن، خب ایشون به خاطر بسیاری که جنگ کلاسیک بره با لشکر رفته بود و اینا خب چون تعدادشون کم بود اونجا منطقه شون بود مناطق جنگلی، اکثرا جنگل کوهستانی، به صورت پارتیزانی در واقع می اومدن حمله های چریکی میکردن، ضربه رو میزدن و فرار میکردن و این وضعیت در حدود 18 ماه طول میکشه و این اتفاق در حدود سال 1741 میفته و بعد از 18 ماه در واقع لشکریان خب در اثر بیماری مختلف میگیرن، خود سرما به شدت آزارشون میده و یا اینکه مثلا گاه و بیگاه در بسیار لزگی ها کشته میشن و در واقع لشکر دچار اون خستگی و بی‌حوصلگی و آماده شورش میشه چون نتیجه از قضیه نمیگرفتن. خب تو این اوضاع تو این بین نادرشاه در تصمیم میگیره که با سلطان عثمانی محمد یکم در واقع قضیه رو تموم کنه، یعنی به یک صلح پایدار برسه، چون نادرشاه به هیچ وجه به عثمانی ها اعتماد نداشت و یک تلاش خیلی مهم نادرشاه این بود که به جنگ شیعه سنی برای همیشه پایان بده. یعنی اصراری که داشت که ما اصلا با شیعه صفوی کاری نداریم، ما شیعه جعفری داریم
و شما بین به عنوان مذهب پنجم به رسمیت بشناسید و تمام کنید این جنگ 200 ساله رو. و در واقع دوباره نامنگاری میکنه در ژانویه 1742. و جالبه که ایلچی عثمانی، خب قبل از اینم 4 سال قبل از اینم بازی همچین درخواستی کرده بود که آقا بیایم بشینیم و صحبت کنیم و قضیه رو تموم کنیم. ایلچی عثمانی بعد از 4 سال میاد و تو هم داغستان در شهر دربند پاسخ سلطان محمد عثمانی رو میاره. پاسخش چی بود؟ خیر. حالا این خیرش از کجا می اومد؟ این اعتماد به نفسش از کجا می اومد؟ سلطان عثمانی توانسته بود در واقع هم بر اتریش و هم در به روسیه در جنگ ها پیروز بشه. این یک اعتماد به نفسی بهش داده بود، یک غروری داده بود که بله من در واقع با جلو اینا هم کوتاه نیام و برم با ایرانیا رو شکست بدم یا حالا ازشون امتیاز بگیرم و امتیاز ندم. خب نادر وقتی که این داستان رو میبینه شروع میکنه تهدید میکنه که اگر شما قطعی نکنید صلح رو با ما، من میام و سرزمین های ایرانی آناتولی رو از عثمانی جدا میکنم، منظور قسمت های کردنشین و ارمنی نشین و منطقه کسی که زازا هستن، یعنی قسمت شرقی ترکیه رو از امروز ترکیه، ترکیه امروز منظور، از عثمانی جدا میکنه که به جایی نمیرسه. در سال 1734 که نادرشاه در قفقاز هست، درگیری نادرشاه کم کم با روس‌ها شروع میشه و نادرشاه متوجه میشه که روس‌ها به صورت پنهانی به هم به لزگی‌ها و هم آوارها در واقع دارن کمک رسانی میکنن. خب یک تصمیم میگیره قلعه به اسم قزلیار رو که در داغستان بود رو متصرف بشه و روس‌ها اونجا لشکر میفرستن به شدت تقویتش میکنن و در پاییز 1742 نادر در واقع میخواد جنگ با روسیه رو شروع کنه، جنگی که اگر خیانت عثمانی نبود شاید خیلی سرنوشت کشور ما تغییر پیدا میکرد. متاسفانه عثمانی خیانت میکنه و به قفقاز نیرو میفرسته، همزمان ایلچی یا سفیر خودش رو میفرسته و میگه که واقعیتش رو بخواین اصلا خلیفه مذهب جعفری رو به رسمیت نمیشناسد و شیخ الاسلام استانبول هم این رو اصلا یک بدعت مینامد. بعد خب مجبور میشه، خب نادرشاه باز فقط تهدید میکنه، به تهدید متوسل میشه و سرانجام تصمیم میگیره که لشکر رو از مرز روسیه جمع کنه و در واقع به ایران بیاد و به مرزهای عثمانی حمله کنه. خب ببینید حالا یه سه جالبتون بگم، ما چون مثلا با این پانتورکای ترکیه صحبت کنید میگن که ایرانی ها و عرب در طول تاریخ به ترک ها خیانت کردن، ترک دوستی به جز ترک ندارد، این ورد زبونشونه. خب حالا عرب و اگر بگیم در زمان جنگ جهانی اول با فرانسوی ها و انگلیسی ها دست به یکی کردن و حالا امپراتور عثمانی نابود کردن، حالا درست، ولی جالبه اینها از ما طلبکار هم هستن و میگوین که شما ایرانی ما خیانت کردید. در صورتی که ما این روند تاریخ رو بررسی میکنیم به جز حالا اون جنگ اول که شاه اسماعیل در واقع درگیری ها رو شروع کرد با سلطان سلیم، در بقیه موارد عثمانی ها متجاوز بودن و تمام تلاشی بود که قسمت غربی کشور رو از قسمت های به اصطلاح کردنشین و به اصطلاح آذربایجان و غیره همه رو از ایران جدا کنن و هر زمان که احساس کردن که ایران رو به ضعف میره، حکومت ایران به ضعف میره، در واقع خیانت کردن و به ایران حمله کردن. نمونش هم پایان صفوی بود که نادر چجوری با چنگ و تندون اونا رو برگردوند و جالبه اینجاست که داره میره ایران با روسیه به جنگه، این از پشت خنجر میزنن و لشکر میفرستن به قفقاز و جالبه با این کار خواسته و ناخواسته اینها گور خودشون کندن عثمانی ها، به خاطر یکی از دلایلی که باعث شدش که امپراتور عثمانی در قرن هم 18 هم 19 به شدت ضعیف بشه و شکست بخوره و نهایتا در قرن 20 اوایل قرن 20 تجزیه بشه از بین بره، شکست های متعددی بودش که روس ها به عثمانی ها وارد کردن.
حالا چه در جنگ کریمه، چه در جنگ های بالکان که روس ها به نوعی به سرب ها کمک میکردن برای جنگ با عثمانی ها، و خود عثمانی در واقع با این کار اینو به نوعی برای خودشون چاه کردن، در صورتی که این قضیه روسیه رو نادر میتوانست حل کنه. در زمان ملکه الیزابت بود، الیزابت روسیه، و روسا هنوز به این حشم و نشم نرسیده بودن. اصطلاحا بیشتر قدرت گیری روسیه که روسیه میشه تبدیل میشه به همچین امپراتوری از زمان ملکه یکاترینا هستش که به نوعی دوران آخرش مصادف است با دوران آقا محمد خان قاجار. البته چیزی هم بهتون بگم، ما وقتی که حالا نگاه میکنیم به تاریخ سیاسی عثمانی، عثمانی خب میدونید بعد از مرگ سلطان سلیمان معروف هست، در مورخین بهش میگن مرد بیمار اروپا. ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در دربار عثمانی در زمان سلطان سلیمان یک زنی حضور داره از اوکراین به نام روکسلانا، که این زن الان در واقع مشخص شده به نوعی نقش به اصطلاح حالا امروزه میگن پرستو یا جاسوسه در واقع شبکه کانون یا شبکه یا کانون زرسالاران قبر رو نقش پرستو بازی میکرده، و حتی این زن افراد به اصطلاح خردمند و با ارزش عثمانی از بین میبره، مثلا ابراهیم پاشا که از اصالتا از سربستان یا بوسنی بود ولی مسلمان شده بود، جزء ینیچری ها بود، بعدن وزیر اعظم سلطان سلیمان میشه. این زن در واقع واسه این پاپوش درست میکنه، این از بین میبره. حالا بهانه نفرتش هم چی بود؟ زمانی که سلطان سلیمان تبریز رو گرفته بود و ابراهیم پاشا اونجا بود، این زن دستور میده که آقا تمام مردم تبریز قتل عام کن. این نمیکنه و هم کینه میکنه که اینو از بین ببره و آخرام از بین میبره. یا مثلا مصطفی پاشا در واقع فرزند ارشد سلطان سلیمان که این رو اصلا خیلی محبوب بود، همون زمان که ولیعهد بود بسیار بین مردم عثمانی محبوب بود و بین لشکریان هم خیلی اعتبار داشت. این زن واسه اینم پاپوش رست میکنه و سلطان سلیمان دستور میده بچه خودش رو جلو چشم خودش خفه کند، مصطفی رو، و قدرت بعد از این میرسه به سلطان سلیم دوم، فرزند همین روکسلانا، که زمان این همین سلطان سلیم دوم به بعد ما شاهد هستیم جنگ های پیاپی عثمانی ها، و مشخص شده که این سیستم در واقع کانون های قدرت در غرب یک شبکه جاسوسی رو در داخل سیستم عثمانی ایجاد کردند که تلاش میکنه که در واقع دو تا قدرت ایران و عثمانی رو هی به جان هم بیاندازه، تا نهایتا در قرن 19 با ضعیف شدن هر دو تا قدرت میبینیم که چه بلایی به سرشون آوردن. در ایران قاجاری انگلیس و روسیه ایران رو تجزیه کردن، عثمانی هم که دیدیم که چه بلایی در جنگ جهانی اول به سرش آوردن و کلا زیر نقشه محوش کردن. خب حالا نادر شاه خب در دوره بسیار بدی هستش، یعنی در دورانی هستش که کانون زرسالاران، خب میدونید این وقتی صحبت از کانون زرسالاران میکنیم امروزه در واقع فرزندان اونها به اصطلاح نوه نتیجه اونها هر روزم در دنیای ما قدرت رو در دستشون دارن. اینها میشه گفت به صورت مشخص بعد از جنگ های صلیبی، یعنی پایه به صورت قدرت اینا پولدار میشن و ثروتمند میشن از زمان بعد از جنگ های صلیبی هستش، کم کم در جنوا، ونیز، تجارتی که بین شرق و غرب راه میندازن قدرت میگیرن، کم کم گسترش پیدا میکنه در بندر آنتورپ بلژیک، در روتردام هلند، و نهایتا هم در لندن مستقر میشن. حالا اگر شما در لندن تشریف ببرید یه جایی هست به اسم سیتی در قلب لندنه و کوانتن قسمت شهر لندن هست به نوعی، و حتی امروز پول ببخشید قیمت نفت و بورس و دنیا تو همون در همین سیتی در واقع تعیین میشه. بعد هم پایان قرن 19 هم این کانون زرسالاری به در آمریکا رخنه میکنه و بقیه ماجراها، و اینها میشه گفتش که جغرافیای سیاسی جهان رو در 500 سال اخیر شکل دادن، و در دوران صفوی و دوران نادر اینا زمانی که هم به ایران هم به عثمانی بسیار نفوذ میکنن، به جنگ ایران عثمانی دامن میزنن، دو تا کمپانی چندین کمپانی شکل دادن که مشهورترینشون یک کمپانی هند شرقی هستش به زعامت و سرپرستی بریتانیا، و کمپانی موسکووی که کمپانی موسکووی هم داره کم کم رخنه میکنه در ترکستان، یعنی شروع کرده کارشو در خیوه، در بخارا،
سعی میکنه با خانات اون منطقه رابطه اقتصادی داشته باشه و از اون طرف نفوذ کنه به در واقع حدود شمال شرقی ایران. خب نادر در چنین شرایطی هستش که خب در این زمان در واقع یک مزاحم هست برای سیاست‌های بریتانیا، قدرتمندترین مرد به نوعی میشه گفت شرق هستش و یه خطری هم که داره نادرشاه برش ایجاد میکنه تلاشش برای ایجاد ناوگان دریاییه و آنها میدونستن تا زمانی که نادر هست آنها نمیتوانن هرگز به هند دست اندازی کنند. اینها رو میدونستن، پس در واقع بهترین انتخاب برای اونها از بین بردن نادرشاه بودش. به هر حال با اشاره به این خیانت عثمانی و اینکه نادر تصمیم میگیره که با این عثمانی ها تصفیه حساب کنه و دربند و قفقاز رو رها میکنه و میاد به سمت مغان، دشت مغان در 10 فوریه 1743 یا اگر بخوایم بگیم 21 بهمن 1122 خورشیدی. خب از مغان میاد به سمت کردستان در مریوان و از اونجا میره به سمت در واقع محاصره کرکوک و یک سری لشکرهای میفرسته برای محاصره بغداد و بصره و سامره و نجف و کربلا و اقدام میکنه برای بسیج عمومی و جمع‌آوری یک لشکر 375 هزار نفری و در 17 آگوست 1743 شروع میکنه جنگ رو در کرکوک شروع میکنه، به توپ میبنده، همزمان موسل رو هم محاصره میکنه. موسل به شدت مقاومت میکنه و در واقع سپاه ترک موفق میشن نادر تا کرکوک عقب بفرستن و نتیجه نمیگیره از این محاصره و مجبور میشه با این دشمن قدیمیش همون احمد پاشای معروف والی بغداد مذاکره بکنه و خب احمد پاشا خود برخورد خیلی خوب میکنه، میگه اگه میخواییم با خانوادت حتی میتونیم بیان زیارت نجف کربلا کاظمین و نادر این کارو میکنه و در اثنای مذاکره کاری میکنه که برای اولین بار در جهان اسلام اتفاق افتاده بود. در 12 دسامبر 1743 نادر روحانیون و علمای ترکستان، افغانستان، فارس و عراق عرب رو جمع میکنه، چه شیعه چه سنی، و در واقع به اصطلاح امروز یک کنگره برگزار میکنه، یک کنگره دینی به اصطلاح به زبان امروز ما، که بعد از چند روز اینها با گفت یعنی صحبت میکنن که آقا چه شده که این همه شیعه و سنی افتادن به جان هم و این رو حلش کنیم، تمامش کنیم جنگ های مذهبی رو که زمان شاه اسماعیل تا به امروز افتاده. و اینها بعد از پایان چند روز گفتگو و مذاکره یک اعلامیه میدن، اصطلاح امروزی ها به یک بیانیه میدن که در داخل این بیانیه می نویسن که آقا ما مثلا این سیاست های افراطی صفوی ها و این شیعه صفوی رو مثلا ما رد می کنیم، متاسف هستیم بابتش، محکومش می کنیم و این چیزی که نادرشاه داره پیشنهاد می کنه تحت عنوان شیعه جعفری اینو ما میپذیریمش به عنوان در واقع یک راه حل برای پایان دادن به این جنگ های مذهبی. این قضیه رو در واقع میبرن به سلطان عثمانی هم میبرن. نادر انتظار داشت که سلطان عثمانی هم در واقع استقبال کنه و یک تمام در این جنگ های مذهبی تمام اتمام پایان بدن. متاسفانه سلطان عثمانی سرسختی میکنه و هیچ اعتنایی هم نمیکنه و میکنه چیزه و سرانجام نادرشاه یا باشه اصلا من هیچ اصراری هم ندارم که شما شیعه مثلا جعفری رو به رسمی بشناسین، رکن پنجم رو هم در کعبه هم نمیخوایم، بیایم با هم در واقع به یک پیمان صلح برای به اصطلاح معرفی مرزها در واقع برسیم، تمامش کنیم این قضیه رو. خب که تو اینجا در کتاب عالم‌آرای نادری نوشته میرزا محمد کاظم مروی که این وزیر مرو بود و بعد حالا میاد به نوعی نقش منشیگری هم برای نادرشاه بازی میکنه، تو کتابش می‌نویسی که در اینجا اون وخامت حالی هم جسمی و هم روحی و روانی نادرشاه در اینجا دیده میشه و خب با توجه لشکرکشی که هم به قفقاز کرده بود، همون بسیج عظیمی هم که داده بود، نادر به پول نیاز پیدا میکنه، یعنی خزانش خالی میشه و تصمیم عجیبی میگیره. نادری که در هند دستور داده بود مردم ایران
ببخشید در واقع مجدگانی داده بود مردم ایران، هدیه داده بود و گفته بود که 3 سال مردم ایران از مالیات معافن. میاد در واقع میگه که نه تنها مالیات هست، بلکه مالیات رو باید 2 برابر بکنید. خب این داستان دو برابر شدن مالیات موجب میشه که در مناطق مختلفی، در آذربایجان و داغستان، در استراباد، در شیراز شورش بلند میشه. خب در آذربایجان داغستان فردی بود که به نام سام میرزا شورش را میندازه. بعد ابراهیم خان برادرزاده خود نادرشاه و پسرش نصرالله میرزا که قرار بود ولیعهدش باشه سرخوب میشه. دست در استراباد محمد حسن خان قاجار هستش که به صلاح تلاش میکنه یک روزنه پیدا کنه برای پادشاهی خودش. خب ایل قاجار در استراباد خیلی گسترش پیدا کرده، تمام ایل قاجار، حالا حتی دوتا چیز هم شدن، گروه هم شدن، اشاق باش و یخار باش. و حالا محمد حسن خان در واقع وضعیت مناسب میدونه که حرکت کنه به سمت پادشاهی، اونم با سرکوب میشه. در شیراز محمد تقی خان شیرازی که هم حاکم فارس بود و هم مورد علاقه نادرشاه بود خیانت میکنه و به اصطلاح شورش میکنه. نادر هم میگم در از اینجا به بعد بسیار خشن رفتار میکنه، یعنی شهری رو که از اون شورشان حمایت کرده رو مورد غارت و کشتار قرار میده. تو شیراز هم همین کار رو میکنه، شیراز رو غارت میکنه، محمد تقی رو میگیرن، اختش میکنن، یه چشمش هم کور میکنن، تمام برادران و پسران و تعدادی از بستگانش رو هم میکشه اینطوری. بعد در خوارزم و خیوه ترکمنها شروع میکنن به شورش کردن در 1745 که اینجا رو هم علی قلی خان برادرزاده نادرشاه میر سرکوب میکنه. حالا این علی قلی خان اسمشو داشته باشید، این در واقع فرزند ابراهیم خان برادر نادرشاه هستش که در داغستان کشته شده بود. نادرشاه به خاطر انتقام او رفت به داغستان لشکرکشی کرد و تمام ماجرا از اونجا استارت خورد و به خاطر هم چون بر این برادر خیلی دوست داشت، علاقه داشت، همون علاقه هم به برادرزادش داشت. حالا ببینیم که این برادرزاده چه بلایی بر سر عمو یا بهتر بگیم بر سر ایران میاره. خب بعد از این سرکوب شورش ها نادر عثمانی ها رها نمی کنه، یعنی همچنان اردو و لشکر رو در شرق همدان نگه داشته نزدیک به مرزهای عثمانی و میگه که من منتظرم بالاخره شما یه جواب بدی، آقا شما جواب بدی تا بدونم تکلیف چیه، ما باید به جنگ ادامه بدیم یا اینکه به صلح پایدار با شما برسیم. خب اینجا هستش که باز میبینه که سلطان عثمانی امتناع میکنه از صلح کردن و نادرشاه تصمیم میگیره به شهر کارس در آناتولی حمله کنه، شهری که قبلا محاصرش کرده بود در زمان آزادسازی ایروان، و این دفعه میره دوباره اونجا اردو میزنه بیرون کارس. بعد در حالی که حالا کارس مقاومت میکرد تصمیم میگیره به صورت ناگهانی تغییر مسیر بده، بره به سمت قفقاز، تعدادی رو از لزگی ها رو بکشه، به نوع انتقام بگیره. و در حین درگیری نادرشاه با لزگی ها که البته این دفعه پیروز میشه، شکست بدی هم بهشون میده، عثمانی ها لشکر میفرستن به فرمانده شخصی به نام بگین پاشا در آگوست 1745 در شمال ایروان در همون منطقه باغاور که قبل از جنگیده بودن دوباره می جنگن. شورش میفته دود اردوگاه عثمانی و بگین پاشا هم میمیره و اینجا دوباره نادرشاه پیروز میشه، دوباره عثمانی را شکست میده و این دفعه سلطان عثمانی بالاخره قبول میکنه که بیاد وارد مذاکره بشه که میگن آقا جون شما اولا اصرار نکنید تشیع به رسم شناخته بشه، بعد مرزها همون مرزهایی که توی در زمان شاه صفی
بسته بودن بعد از در واقع دست رفتن بغداد. اون مرزها به رسمیت شناخته میشه، همین مرزهایی که به نوعی امروز مرزهای ایران و ترکیه و عراق هستش. و اینکه از زائران ایرانی چه در کربلا، چه در نجف، چه در مکه خوشرفتاری بشه و امنیت اونها حفظ بشه. و همچنین به نوعی، البته این رو نادرشاه هیچ‌وقت به رسمیت اعلام نکرد، قرار بوده که نادرشاه دین در واقع اهل سنت رو به عنوان دین رسمی ایران اعلام کنه. البته این هیچ‌وقت نادرشاه این رو اعلام نکرد، ولی همین قضیه به نوعی باعث یکی از دلایل نفرت آخوندهای شیعه از نادرشاه هستش. و حتی شما تو همین امروز هم توی این صفحات مجازی نگاه کنید، این بسیجی ها و حزب اللهی ها همیشه راجب نادرشاه بد می نویسن، سعی می کنند از چهره خیلی خونریز و خشنی نشون بدن. بروی نادرشاه بعد از این که قضیه به این پیمان صلح میرسه با این عثمانی ها، میاد در واقع میاد از سمت همدان به اصفهان میره. تو این مسیری که حرکت میکنه پولهای رو به زور از مردم میگیره. شما میبینید که اصلا این آدم چقدر لحاظ روحی عوض شده، چقدر لحاظ رفتاری عوض شده. حاکمانی رو که احساس میکرد حالا خیانت کردن یا حالا درست کارشون نکردن، به صورت خیلی عجیب و غریب و ترسناک هم مجازات میکنه. دوباره همین تو مسیرش به مشهد هم تکرار میشه. بعد در مشهد مستقر میشه، به دنبال یک راهکاریست برای کنترل شورش ها. یک گنج خانه در واقع در کلات نادری میسازه در دل کوها در غارها و به اصطلاح اینو میسپاره به چند نفر از حاخام های یهودی که میگه آقا من به شما اعتماد دارم و شما تو این بلبشویی مواظب اینها باشید. خب تو این اثنا یک شورشی در سیستان شروع میشه، به خاطر که نادر از مردم سیستان 300 هزار تومان مالیات خواسته بود. علی قلی خان رو میفرسته واسه سرکوب. علی قلی خان میره سیستان، میره با واقعا این مردم ندارن، این 300 هزار تومان از کجا بدن؟ بعد به نادر میگه که آقا مثلا اولا پادشاه عمو جان یا هر چیز دیگری، این مردم گرفتارن، نمیشه 300 هزار تومان ازشون گرفت. نادر به خیلی تند برخورد میکنه و میگه تو به چه جسارتی، به چه جرأتی در واقع اینو واسه من مینویسی و رو در روی من وای میستی؟ برحال علی قلی در واقع نهایتا 100 هزار تومان میتونه جمع آوری کنه، ولی خب تصمیم میگیره برای نابود کردن نادرشاه و قتل نادرشاه. بعد خب آخرین مذاکره نادرشاه هم با عثمانی ها در کردان شکل میگیره، کردان تهران، در کردان کرج البته، در شمال غربی تهران. 4 دور مذاکره میکنن و نهایتا به این نتیجه میرسن که برگردن به همون مرزهای 1639 و سلطان عثمانی بالاخره نادرشاه رو به رسمیت میشناسه و در بهار 1747 در واقع از سلطان عثمانی سفیر میفرسته با هدایا به مناسبت صلح دو تا کشور، ولی دیگر نادری وجود نداشت. زمانی که در واقع سفیر میرسه دیگر نادری وجود نداشت. خب حالا چجوری اتفاق میفته؟ داستان این قتل نادر داستان بسیار تأسف برانگیزیه. میگن نادر در واقع اردو زده بود در خبوشان نزدیک همون قوچان و شبانه، خب نادر دچار یک حالت استرس و توهم خیلی بدی شده بود نسبت به خیانت. بعد از اون قضیه ترور، بعد از اون قضیه کور کردن پسرش، گفتیم که اصلا هم حالات روحیاتش به هم ریخت، تصمیمات اشتباه میگرفت حتی تو مسائل نظامی. خب ما میدیم اون پیروزی های بزرگی داشت، اون آدمی که نابغه نظامی بود دیگه ما اون اثر ازش نمیبینیم و خیلی بیمهابا فرمان مرگ صادر میکرد این آدم، خیلی بیمهابا. شبش جمع میشن و با در واقع میشه گفتش که نیروهای افغانی خودش جلسه میذاره. خب چون در لشکر نادرشاه از طوایف مختلف وجود داشتن، مثلا میگم از طایفه لور داشتیم، طایفه بختیاری داشتیم که بهتون گفتم مثلا بختیاری ها مهمتر نقش رو بازی کردن در
در واقع فتح قندهار. بعد از خود افغان ها داشتیم و نادرشاه اینجا به افغانی خیلی اعتماد میکنه و شبانه میشینه میگه که به صبح من میخوام فلانی و فلانی و فلانی خائنین رو به سزای خودشون بسنم. یک پیشخدمتی داشته گرجی بوده، اینو میشنوه، اینو میره به اینها اطلاع میده. اینا کیا هستن؟ حالا تعدادی سرداران بزرگان ایلافشارن، دو سه نفرن، و چند تن از در واقع بزرگان قاجارن. اینا میگن که ما هیچ راهی، و گوی علی قلی خان هم پیغام های به اینا داده بود که در واقع کار نادر رو به پایان برسونید. و شبانه در واقع حمله میکنن، موفق میشن، یک چادری بودش، نگهبان چادر رو از بین ببرن، نادر اون لحظه مسلح نبود، حمله میکنن و نادر تا از خواب میپره، میگه که شما کی هستین و شمشیر منو بدید. اینا یه شمشیر فرو میکنن دو بدن نادرشاه. بعد نادرشاه خون لحظه خون ازش میره، فریاد میزنه شما جون من چی میخواین، هر چی دارم وردت ببرید. و اگه اشتباه نکنم، حالا یه روایت صالح بیگ افشار یا حالا میگن محمد حسن خان قاجار با یک ضربه شمشیر متاسفانه نادر رو در واقع گردنش رو میزنه و نادر کشته میشه. و در قبری که خب خودش قبلا آماده کرده واسه این قضیه دفنش میکنن. به هر روی در ششم ژوئیه 1947، یعنی میشه خرداد 1126، علی قلی خان نام خودش رو میذاره عادل شاه. و علت این که عادل شاه گفت مردم من دیگه از شما مالیات نمیگیرم، من شاه عادلی هستم، و میشه به اصطلاح جانشین نادر. و دوران وحشتناکی برای ایران حکم فرما میشه، یعنی 5 سال کامل ما در ایران جنگ داخلی داریم، یعنی اوضاع عجیب غریبی هستش. در ترکمنان از یک طرف شروع میکنه، یک وضعیت شبیه وضعیت در سقوط سلطان حسین منتهی به نوعی بدتر. مثلا آزادخان افغان یک سردار افغانی بود، این آذربایجان در دست خودش گرفته بود. بختیاری ها و زند ها تلاش میکردن که حالا اصفهان و فارس و لارستان در اختیار بگیرن. و جالبه احمد درانی در واقع از همین ابدالیا بودش که معاون نادر بود. اون زمانی که صبح متوجه میشه که نادر رو کشتن، چون اینا سر نادر رو به یک نیزه زده بودن به گوشش بیرون چادر، بسیار ناراحت میشه و حرفای تندی هم میزنه و میگه شما ایرانی ها آدم های خیلی بی‌معرفتی هستید، مردم بسیار ناسپاسی هستید و مرد بزرگی مثل این کشید، من دیگه نمیخوام شما رو ببینم. ور میداره لشکش رو جمع میکنه و میرم به هرات و حکومت در واقع حکومت مستقل ایجاد میکنه. یعنی اولین بار که هرات و در واقع افغانستان از ایران جدا میشه در واقع با همین آقای احمد که خودش رو احمد شاه درانی مینامه، حتی خیلی از این قسمت هایی که امروز به عنوان افغانستان میشناسیم ایشون در واقع میره فتح میکنه و اعلام استقلال میکنه از حکومت ایران و حکومت افشاریه. خب این عادل شاه که داریم صحبتش رو میکنیم جنایات عجیب غریبی میکنه، تمام فرزندان نادر رو میکشه، تمام برادران رو میکشه، یک نفر فقط میتونه زنده بمونه، حتی نوه های نادر رو هم میکشه. اونم پسر رضا قلی بود، شاهرخ، اونم یک جوان، یک نوجوان 14-15 ساله بود، چون بسیار زیبا بود. دختر همین آقای عادل شاه در واقع عاشقش بود و پدرش رو تهدید میکنه اگه شاهرخ رو بکشی منم خدا میکشم. و بس همینم به شاهرخ به صلاح کاری نداره، حتی جنایتی حالا میکنه که قبلا سابقه نداشت، تمام زنان نادرشاه هم میکشه، تمام زنان نادرشاه هم میکشه، یعنی بسیار ناجوان مرد بود، کسی که نادرشاه اونقدر دوستش داشت، حتی به خاطر پدرش رفت اون جنگو با آوارها و لزگیات تو داغستان رو انداخت، حرکت بسیار ناجوان مردانی انجام میده. به هر حال تو این وضعیت ببینیم چه اتفاقایی میفته و چگونه به سلسله افشاری پایان داده میشه. خب این آقای علی قلی خان عادل شاه شده، برادری هم داره به نام ابراهیم،
که میگن دست بالا دست بسیار همینجاست. ابراهیم در تبریز حاکمه، حاکم تبریز و آذربایجانه. این هم میگه منم شاهم، چرا باید تو شاه باشی؟ من شاهم. بعد از اون طرف محمد حسن خان قاجارم اقدام میکنه به در واقع ادعای سلطنت میکنه. بعد علی قلی یا همون آدرشاه میگه وضعیت خرابه، از برادرش کمک میخواد. یا آقا بالاخره برادریم، بیا این قجرن، بیا در واقع این رفع فتنه کنیم. برادرش هم نامردی نمیکنه، میاد در واقع لشکر رو ور میداره از آذربایجان. میاد وقتی دو تا لشکر برادر به هم میرسن، ابراهیم خان یا همون حالا به خودش شاه مینامید، ابراهیم شاه دستور میده به لشکر برادرش حمله کنه، ایرانی ایرانی رو میکشه، لشکر علی قلی رو در واقع از بین میبرن. خب حالا ببینیم چه اتفاق. خود آقای ابراهیم هم که اعلان جنگ میکنه به محمد حسن خان، محمد حسن خان ببینیم چه زرنگی به خرج میده. این خب میبینه بالاخره الان پادشاهی در دست خاندان افشاره دیگه، فعلا من باید صبر کنم و میره از شاهرخ حمایت میکنه. میگه پادشاه قانونی مملکت شما هستید، شما اعلام سلطنت کنید، منم از شما حمایت میکنم. بعد شاهرخ لشکر میفرسته، ابراهیم در واقع شکست میخوره. جالب است که این ابراهیم افشار در تهران اعلام پادشاهی میکنه، یعنی به صورت رسمی آفیشیال در تهران، نه اولین باری که تهران به نوعی شکل پایتخت به خودش میگیره در همین این دوران است، یعنی قبل از آقا محمد خان قاجار. و ایشون شکست میخوره، تهران رها میکنه، میره قم. و میره قم و چون پولش هم تموم شده بود، شروع میکنه مردم قم رو کشتن و به اصطلاح غارت کردن، که سرانجام در واقع به دست محمد حسن خان قاجار ایشون کشته میشن. همین آقای به اصطلاح یعنی دو تا برادر میبینید که چجوری پیاپی از بین میرن. و همین را به آقای ابراهیم شاه رو به حکم شاهرخ میکشن. حالا در حالی که اتفاقات در تهران جریان داره، این وسط هم به اصطلاح خان قاجار سعی میکنه برای خودش قدرتی پیدا کنه، پایگاهی درست کنه، در مرکز کشور هم ابوالفتح خان بختیاری در اصفهان حاکم هستش، علی مردان خان و کریم خان زندم دارن در واقع یک جبهه و جبهه خودشون درست کردن که من حالا در برنامه بعدی کامل توضیح میدم که چجوری سلسله زند از همینجا شکل میگیره. اصفهان رو در اختیار گرفتن و شاهرخ جوان یک سپاه 50,000 نفری میفرسته به اصفهان، ولی حریف علی مردان خان بختیاری نمیشن و بختیاری ها اصفهان و فارس و بنادر و لارستان رو کاملا در اختیار میگیرن. حالا این شاهرخ در مشهد، رقبا دیگه از بین رفتن، قاتلان پدر حالا یکیشون حداقل علی قلی خان از بین رفتش و میخواد در واقع این پادشاه افشار ادامه بده. در این حیث و بیس اتفاق عجیبی میفته. ملایان مشهد چون میگفتن ملایان شیعه از همون زمان با نادرشاه مشکل داشتن، شورش به راه میندازن یک در واقع سردار رو به اسم امیر علم خان خزیمه رو در واقع وعده بهش میدن، وعده میدن خودشون رو مردم تحریک میکنن و تولیت آسان قدس رضوی یک فردی بوده به اسم میرزا سید محمد علی حسینی مرعشی. حالا این کی اصلا؟ این زمان نادرشاه این تولیت اون به اصطلاح آرامگاه امام هاشم شیعیان بوده و نوه دختری شاه سلیمان صفوی بوده، نوه دخترش. اینا میگن آقا شما از این بعد چون دیگه از خون صفوی هستید، سید هم که هستید، شما شاه باش. اسمش هم میذارن شاه سلیمان دوم صفوی. 40 روز هم بیشتر در واقع نمیتونه حکومت کنه. بعد از 40 روز یک سرداری به اسم یوسف علی شاه سلیمانو در واقع علی شورش میکنه، میکشدش پایین و دوباره شاهرخ رو برمیگردونه
ولی خب شاهرخ که حالا برگشت به حکومت، این دفعه دیگه چیزی نمیبینه، نابیناست، به خاطر اینکه وقتی ملایان اینو از قدرت میکشن پایین، چشماشو کور میکنن. چون یه قانون نانوشته بودی کسی که کور شده نمیتوانه به پادشاهی برسه، این ناجوانمردانه انجام میدن. ولی خب این آقای یوسف علی میگه در هر حال شما در واقع پادشاه این مملکت هستید. خب واقعیتش اینه که شاهرخ نگونبخت که با این وضعیت در واقع پادشاه میشه، به عنوان یک حاکم محلی سالها حکومتش ادامه پیدا میکنه. یعنی کریم خان بعد، حتی کریم خان قدرت پیدا میکنه، به احترام نادرشاه هیچ وقت متعرض خراسان نمیشه، متعرض حکومت شاهرخ نمیشه، تا اینکه آقا محمد خان قاجار حکومت در دستش میگیره و این نگونبخت رو میگیرن و زیر شکنجه میذارن که بگو گنج های پدر بزرگت یا گنج های نادرشاه کجاست، که این بیچاره زیر شکنجه میمیره. و این گونه در واقع پایان بسیار تراژیکه، بسیار غم انگیز سلسله افشاری که با اون عظمت و جلال و غرور شروع میشه و خیلی هم بد تموم میشه و ایران بی دفاع و بی حصار میماند تا در واقع دو تا هیولای اهریمنی، یعنی امپراتوری روس از یه طرف و امپراتوری بریتانیا از جنوب، در واقع مثل گازنبور اون بلاها رو در زمان قاجار بر سر ایران میارن. سپاسگزارم. ممنون شهرام جان، خیلی ممنون. واقعا اینا درس تاریخ دیگه، تاریخ هی تکرار میشه دو مرتبه، یه سری الگو هست توی تاریخ که دو مرتبه تکرار میشه و اون الگوها واقعی، یعنی اتفاق افتاده دیگه، نمیتونیم بر حدس و گمان نیست. یعنی اینکه مثلا سرانجام وحشیگری، سرانجام انتقام گرفتن، سرانجام مجازات های سخت، سرانجام هر کدوم از اینا چی میشه، به کجا میرسه، سرانجام بخشندگی چی میشه، این یه سرانجام تصمیمات آنی چی میشه، اینا همه توی تاریخ مثل درسه. برای همین خیلی مهمه که ما تاریخ رو یاد بگیریم و درس های تاریخ همین چیز هست که تو زندگی خودمون هم میتونیم اجرا بکنیم. برای خیلی ممنون، ما استفاده میکنیم از دانش شما و اگر سخن دیگه نیست تا بعد، بدرود. خواهش میکنم. بدرود. بدرود. بدرود.